خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست و شفای دل بیمار آنجاست. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. قسمت دیگری از سری برنامه‌های موج موفقیت رو در خدمت شما دوستان هستیم. در خدمت دوست عزیزمون آقای پیمان سلطانی، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی هستیم. سلام عرض می‌کنیم، حال شما خوبید؟ سلام آقای علیزاده، منم به نوبه خودم اجازه بدید که خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض کنم. بفرمایید، تسلیم در خدمت شما. امیدوارم که روزگار بر وفق مرادشون باشه. در خدمتتون هستم. سلامت باشید، ممنون، مرسی. ادامه بحث پادکست قبل رو بریم با هم دیگه. بفرمایید و من طبق معمول سوال میکنم ازتون و لذت میبریم. خواهش میکنم. بزرگوارید. موضوع ما موضوع مثبت‌گرایی بود و اینکه می‌خواستم یه روندی رو در زندگی دوستانمون، همکارانمون، خانواده و در نهایت جامعه ایجاد کنیم که بتونیم یه روند مثبت و موفقیت آمیزی رو در طی زندگی اجرا و ادامه بدیم. بله. به جلساتی ما اشاره کردیم، حدود 8 جلسه بودش که فکر میکنم این جلسه هم مقدمه باشه، درسته؟ بله، چون جلسه اول آشنایی مراجعان با نحوه آموزش که طی دوره ما چه کارهایی میخوام بکنیم، وظیفه ما چیه، وظیفه مراجعان چیه، و بیشتر رو همون بحث آموزش و آشنایی مراجعان با این موضوع مثبت‌گرایی هستش. بله جناب، خیلی خوب. ما اینجا در استودیو صدای همراه آماده ایم که بیشتر بشنویم. خواهش میکنم. مطمئنن دوستان هم با توجه به صحبتهایی که تو پادکست قبل شد علاقه مندن که ببینن تو این پادکست قراره چه اتفاقی بیفته و اون حس خوب و هیجان مثبت و جریان مثبت‌گرا رو انتقال بدید. ممنون میشم. خواهش میکنم. من شروع میکنم. مراجعان محترم باید بدونن که دو تا مبحث خیلی مهم در زندگی ما هستش که خیلی تاثیر فراوانی در زندگی ما میذاره و زندگی روزمرهمون، فعالیت‌های روزمرهمون، درسته؟ بله. احساس ما، احساسی که احساس مثبتی به زندگی داشته باشیم یا اینکه احساسمون منفی باشه به زندگی، این خیلی ریشه داره در خیلی از عملکردهای ما. خیلی هم سخته، حالا چه داشتن مثبت چه داشتن منفی. من خیلی مشتاق، ببخشید من میپرم وسط حرفتون. نه خواهش، من فقط بابت اینه که من مشتاقم بدونم چه خبره، چه اتفاقی قراره بیفته و چه جوری میخواهید دیدگاه منی که اینقدر مثبت نیست و تبدیل کنی به یه آدمی که بعد از این برنامه ها بگم همه چیز خوبه، من خوبم، شما خوبی. ببینید، صحبتی که ما میخوام بکنیم و آموزشی که میخوام بدیم جناب علیزاده مانع رخدادهای بد نمیشه. 100% همینه. ولی میتونه یک تواناییی به توانایی ما اضافه کنه که بتونیم مسیر زندگی رو با چشمان بازتری طی کنیم. مثبت‌گرایی جهان بینی ما، انرژی ذهنی ما، روابط ما و اون توان بالقوه ما رو بالا میبره. بله. این که ما اصرار داریم بر این قضیه که مثبت‌گرا باشیم صرفا به خاطر اینه که ما گنجی درون خودمون داریم که سالهاست یا اونو نمیشناسیم یا خاک گرفته و ما میخوام کم کم اونو باهاش آشنا بشیم و بتونیم از اون توان بالقوه خودمون رو به بالفعل تبدیل کنیم و این اثراتش رو در زندگی خودمون، همکارانمون، خانوادهمون، جامعهمون ببینیم. بله بله، من خیلی مشتاقم بدونم که برنامه این قسمتتون چی؟ چون مطمئناً با اون ظرافت و هوشمندی که دارید یه مبحث خیلی جذاب انتخاب کردید برای شروع یه برنامه عالی. خواهش میکنم. من میخواستم اثرات منفی‌گرایی تو زندگی خودمون بگم که این کجاها داره تأثیر میذاره. منفی‌گرایی بر داوری ما داره تأثیر میذاره، بر گفتگوی درونی ما داره تأثیر میذاره. ما صبح تا شب یک نشخوارگر ذهنی داریم که دائم داریم با خودمون صحبت میکنیم، رویدادها رو واسه خودمون بازگو میکنیم، هر چی میزنیم که اصلا ما نیستیم، واقعیت ما نیستیم، خودمون رو داریم به چالش میکشیم، انرژی مثبتی که میتونه در راههای مناسبی مصرف بشه رو داریم برعکس داریم عمل میکنیم، بر علیه خودمون داریم. بله. و اون پیرامون خودمون رو داریم ای سرد و سردن کن. من فکر میکنم که مراجعان ما
اثرات منفیگرایی رو باید بدونن تو زندگی چی هست که باعث بروز هیجانات منفی میشه و چگونه بر سلامتشون تأثیر میذاره. شاید اولش ما دقت نکنیم که این منفیگرایی داره چه بلایی سرمون میاره. اگه شما بود سلامتیش رو بخواد در نظر بگیرید، کسایی که منفیگرا هستن معده‌شون به هم میرزه. بله بله. فشار عصبی مستقیم رو معده تاثیر میذاره. فشار خونش معده این حالت قورت دادن و آره فشار خونشون بالا میره. اینو نمیدونستم. عضلات گردنشون میگیره. اینو بله به شدت خودم دوچارش بودم. خیلی دردناکه. حالا اینا رو میدونیم. من میگم بریم سراغ اصل مطلب. یعنی این که حالا ما چی کارش کنیم؟ همین این که حالا من قرص بخوریم. نه. این که ما صبح تا شب ببینیم همه جا عیبه، همه جا همه کس مقصرن، جامعه مقصره. این همون منفیگرایی که فکر کنم بیشتر ما الان باهاش دوچار هستیم. بله. به یه طرف دیگه ما مثبت‌گرایی داریم که یه سری هیجانات مثبت کنار همدیگه جمع میشه، مثل علاقه، عشق، سپاسگزاری، قدردانی، امید. اینا همش با همدیگه جمع میشه و باعث میشه که مراحل زندگی ما به ترتیب خوب و عالیتر جلو میره. من دو تا مثال براتون میزنم آقای علیزاده. بفرمایید. که فکر میکنم که شنوندگان ما هم از طریق همین خیلی میتونن که یک مقدمه خوبی رو گوش کنن و نسبت به زندگی خودشون اینو مقایسه کنن. و فکر میکنم که استارت خوبی باشه. موافقم با تو. فکر میکنید که به طور مثال یک خانومی صبح از خواب پا میشه، ساعتش رو یادش رفته کوک کنه و دیرتر از خواب بلند میشه، از کار صبحش عقب میاد، از کار که بله، و قبلش فکر کرده بوده که خواهم من زودتر پا میشم و میخوام ورزش کنم، از یه تایمی میخوام ورزش کنم، حالا الان تایم ورزش رو از دست داده، از یه طرف دیگه بچه هاش رو باید مدرسه ببره، دخترش هر روز صبح ساعت 7 پا میشه، حالا دخترش زودتر پا شده و اومده اتاق، این ناراحت میشه که چرا تو اون تایم اومده تو اتاقش، از یه طرف دیگه پسرش باید مدرسه بره و باز پسرش دنبال کفشش میگرده و خیلی به هم ریخته است، صبونه رو هنوز آماده نکرده. بله. و کلن با یک ذهن کلافه صبح میگذرن و میره سر کار. سر کار که میرسه تو سر کارش ایمیل ها رو میبینه که حالا چک میکنه، میبینه که یک پروژه کاری بهش محول شده و میاد بررسی میکنه، خب من که با این همه گرفتاری ممکنه که اصلا من وقتی اینو نداشته باشم که این پروژه رو انجام بدم. همکاراش میان با اخم و خش باهاشون برخورد میکنه. چه حس بدی داره بهم میده. یعنی این جریان منفی بودنش کامل اذیت کننده شده برای من. آره، چون دقیقا خودم دارم میذارم جای اون کاراکتر خانم بود، درسته؟ بله. که این همه فکر منفی و این همه فکر غیر قابل کنترل که داره سمتش میاد و ناامیدی زیادی که توش هست، ناخودآگاه خشمی که داره به وجود میاره، همه اینا تو زندگی این پتک میمونه که این داره هر روز تو سر زندگیش میخوره و هیچ راه چاره‌ای هم براش پیدا نمیکنه. یک مثال یک خانومه که حالا میتونیم این مثال از یک دیدگاه دیگه ای هم ببینیم. خانومی ساعت 7 صبح بلند میشده، یه خود دیرتر پا میشه و میگه که خب من الان اون تایمی که برای ورزش از دست دادم و میتونم زور که نیم ساعت وقت دارم با یک حرکت پیاده روی قدرتی جبران. بله بله. یعنی سریع تغییر داد برنامه رو. یعنی اون نشخوار کننده ذهنی شد، داریم میگیم که چیکار داره میکنه. بچه‌اش زودتر میاد تو اتاقش، 20 دقیقه زودتر میاد، میگه خب من 20 دقیقه وقت دارم که بچه‌مو بغل کنم، بهش عشق بدم و از خدا تشکر کنم بچه سالمی دارم و چقدر دوستش دارم. اینو من خواهش میکنم شنوندگان تو ذهنشون داشته باشه. یعنی اتفاقاتو حالا فکر نکنید مادر باید شخصا باشه، ولی شما خودتون به عنوان اگه مردی به عنوان یک پدر این کارو بکنید، اگه خانوم هستید به عنوان یک مادر این کارو بکنید و فکر میکنم بتونید ارتباط بگیرید با این. دقیقا. من حالا مثال میزنم که تصویر ذهن من، چون اون تصویر همین تا همین الان که گفتی حس خوب بهم دست داد.
آره، من این مثال مادر مثال تک تک خود ماست تو زندگی، که صبح پا میشیم داریم چیکار میکنیم. بعد پسرش پا میشه که بره مدرسه، کفشاشو پیدا نمیکنه. قبلا آی تو چرا دست و پاچو لفتی هستی، چرا پیدا نمیکنی؟ الان میگه خب کفشتو نمیتونی پیدا کنی؟ با همسرش و دخترش و پسرش یه مسابقه میذارن، هر کی زودتر پیدا کرد ما بهش وامیسته وسط، وامیسته وسط، بقیه بغلش میکنن و بهش عشق و عاطفه که تو خانواده هستش و ما انتقال میده. این هم باعث میشه که کفشه زودتر پیدا میشه، هم یه بازی درمانی که مثبت شد اصلا یه بازی درمانی صبح. این به نوعی میشه اون بحث مدیریت کردن خانواده، که توی بدترین شرایط به جایی که استرس و ناامیدی رو زیاد کنیم و شاید توش خشم داشته باشه و تخریب یکی باشه، میتونی اون جریان رو با فکر و ذهن تغییر بدی به یه جریان مثبت. دقیقا. خب مثلا هدف بعد مسیر کاریشو میره به کارش میرسه و همکاراشو میبینه، ایمیلشو داره چک میکنه که یک پروژه کاری، خدای شکرت اینقدر توانایی دارم که برام ایمیل میزنن و این پروژه کاریو به من معول میکنن و این جای سپاسگزاری داره، جای قدردانی داره. همکارش باهاش صحبت میکنه، با روی خوش داره باهاش صحبت میکنه. پس ببینید ما تو زندگی همیشه این دوتا حالت میتونیم داشته باشیم. اگه شناخت نداشته باشیم بیشتر در حالت اول هستیم، یا در صحنه اول هممون داریم دست و پا میزنیم. حالا نمیدونم، زیاد از بحث نمیخوام دور بشیم، ولی اگه میبینید مناسبه جواب بدید، ولی چرا باید مثبت‌گرا باشیم؟ چه لزومی داره؟ خب. چه لزومی داره؟ به عبارتی میگه به فکر کنیم، چون این کارهایی که شما دارید میگه پشتش یه فکر قدرتمنده که عادت کرده به اینجور زندگی کردن. درسته. ما از این دوتا صحنه میتونیم چند تا نتیجه خیلی خوب بگیریم. حالا شما با من همراهی کنید. واقعیت اول اینه که مثبت‌گرایی احساس خوب ایجاد میکنه. اینو دیدم توش، خودم حسش کردم. صحنه اول خیلی تاریک بود، نمیخوام زیاد اصلا دربارش حتی فکر کنم، ملال‌آور بود. ترجیح میدم که اون صحنه دومیه باشه که خیلی انرژی مثبت و خوبی داشت، سرزندگی بود تو زندگی. بس مثبت‌گرایی احساس خوب به ما میده، یک احساس واقعی داره با ما منتقل میکنه. واقعیت اول. واقعیت دوم، مثبت‌گرایی چگونه فعالیت ذهن ما رو دگرگون میکنه. چیکار میکنه؟ اومد چیکار کرد؟ اومد برای ما یک راههایی برای جبران گذاشت، اومد به ما گفتش که تو، یعنی سریع تغییر داد خودشو، نیومد وایسه افسوس بخوره، گفت من هنوز زنده ام، زندگیم ادامه داره، پس لزومی نداره افسرده بشم. سریع برنامه الان نشد، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه، ولی انجامش میدم. توانایی امکاناتشو میبره بالا. شما فکر کنید خیلی ها هستن تو زندگی در آرزو داشتن یک بچه سالم هستن، خیلی دنبال کار هستن، خیلی دنبال این هستن که یک خانواده داشته باشن. بله بله. و ما میتونیم نگاهمون از طریق همین بستش بدیم. واقعیت سوم، مثبت‌گرایی آینده ما رو دگرگون میکنه. چگونه؟ امید دادن، امید در دلش بودن. من منظورم این بودش که ما در مثبت‌گرایی به یه سری منابع میرسیم. خب چی هست؟ منابع جسمانی هستش. یعنی چی؟ یعنی مثبت‌گرایی باعث میشه که ما آرامش داشته باشیم، حالت مراقبه است، چون نگاهمون یک نگاهیه که بیشتر انرژی های خوب، ما دنبال انرژی های خوب هستیم و ما از لحاظ جسمانی خیلی در آرامش به سر میبریم. حالا اولش ما صحبت کردیم که معده‌مون به هم میریزه، فشار خون اون بالا میره دیگه، کم کم این غذایا کنار گذاشته میشه. بس اولش منبع، حداقل رگ گردن من دیگه نمیگیره، اولی منبع جسمانیه. منبع دیگه منبع ذهنیه. ذهنی یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ما نسبت به وضعیت جاری زندگیمون آگاه هستیم، یعنی اتفاقایی که داره میفته داریم از یک زاویه دیگه بهش نگاه میکنیم که این چه حکمتی در این اتفاق هست و من چگونه میتونم از این لیمون ترشی که الان به قول معروف طبیعت به دست من داده، چگونه میتونم یک شربت شیرین بگیرم.
یعنی نگاهمون وقتی این باشه اون وضعیت ذهنی همیشه در ذهن ما هستش که انگار هر لحظه داره یک رویدادی اتفاق میفته که من به بهترین شکل باید ازش استفاده کنم. دو تا منبع روانی به ما میده، یکی خوشبینیه، یکی انعطاف پذیریه. اصلا منابع روانی هم در آخرم یک منبع اجتماعی به ما میده. من الان داشتم فکر میکردم، گفتم درباره انعطاف پذیری بیشتر توضیح میدید. انعطاف پذیری اینه که ما هر لحظه با هر موردی که مواجه میشیم سعی میکنیم که از کنار اون قضیه با استفاده از تمام امکانات اون قضیه جلو بریم. یعنی چی؟ یعنی این مشکلی حالا مثلا شما میرید که یه محیط کاری میرید و خیلی راحت به شما میگه از فردا شما نمیتونید سر کار بیاد، شما اصلا اخراج هستید. بله. شما اگه منعطف نباشید به این فکر میکنید که ممکن است اونجا رو به هم بریزید، ولی اگه انعطاف داشته باشید، وقتی به توانایی خودتون ایمان داشته باشید، به این فکر میکنید که این اتفاق چرا باید الان واسه من بیفته و در پس این اتفاق چه رویدادهای خوبی خداوند برای من در نظر گرفته که باید بهش برسم. بله. یا ممکنه یک مشکل دیگه تو زندگی، حالا مشکل نکته جسمانی چیزی برای ما اتفاق بیفته، هر کدوم از اینا برای ما یک درسه، یعنی یک درسی در پس هر کدوم از این رویدادها برای ما نهفته است که بهش برسیم. منعطف بودن فکر کنم توانایی ما رو تو این زمینا بالا ببره. مرسی. واقعیت چهارم، مثبت گرایی مانع منفی گرایی ما میشه. یعنی لیوانمون پر از چیزای مثبت میشه و جا برای منفی‌ها دیگه. اصلا دیگه بهش فکر نمی‌کنیم. وقتی من شما بدنتون سالمه، تپش قلب دیگه نداریم. وقتی شما ذهنت آزاده، همه چیم داره خوب کار میکنه، خوب کار میکنه دیگه، بس باعث میشه که ما دیگه به اون بود دیگه فکر نمی کنیم. بله. یعنی وقتشو نداریم که اجازه بدیم که این بود به سمت ما بیاد و زندگی ما رو درگیر خودش بکنه. واقعیت پنجم اینه که مثبت‌گرایی از نقطه تحول پیروی میکنه. ببینید شاخ و برگی که حالا تو صحبتهای قبلی براتون آیه علیزاده عرض کردم. بله. بیلیارد اگه شما بازی کرده باشید خیلی جالب، یه توپ به توپی میخوره و اون جلو میره. بله. ولی توی مثبت‌گرایی تحول از اینه که هی شاخ و برگ داده میشه. یعنی شما وقتی، من اینو میخواستم اینجا خدمت شنوندگانم عرض کنم، من لایوهای شما رو که صبح میبینم یاد این قضیه میفتم. یعنی چی کار میکنید؟ یعنی که شما صبح وقتی پا میشید، وقتی خورشید رو میبینید، وقتی انرژی خورشید اون آسمون رو صاف و تعریف میکنید، یعنی خودتون رو به منبع اصلی وصل میکنید به طبیعت. وقتی که شما انرژی از اون میگیرید، حالا دارید به این فکر میکنید حالا من دارم پیاده روی میکنم، ورزش میکنم، پس بدنم داره سالم میشه، دارید لایف میذارید، دارید حالا چند نفر رو خوب میکنید، دارید به من اثر بخشی خودتون نشون میدید که الان من میتونم که از یه حال بد به یک حال خوب منتقل بشم. بله. دارید درس به من میدید، یعنی با اون لایوی که میذارید دارید به من شاخ و برگ میدید. من که صبح زود پا میشم ورزش میکنم، با این که هیچ برنامه‌ای نیست توش، یعنی اصلا فقط حس خودمه که دارم میگم، متوجه هستم، یعنی به همین راحتی من دارم رو شما تاثیر میذارم، تاثیر میذارید. یعنی این که همین صبح بلند شدن خیلی اصلا دلشون نمیخواد از رخت خواب بیام بیرون. بله. برای چی بیام بیرون؟ چه هدفی دارم که بیام بیرون؟ نه خودمون رو دوست داریم، نه سلامتی اون رو دوست داریم، نه آینده‌ای واسه خودمون متصور میشیم. چرا انقدر غرق در منفی گرایی هستیم، انقدر غرق در این هستیم که خودمون نمیتونیم، برای چی بخوام، همش فکر میکنیم که توانایی در دست کسایی. واقعیت وقتی من صبح از خواب بیدار میشم اصلا به این چیزا یادم میره فکر کنم، نمیدونم جدیدن اینطوری شدم یا حالا این مسیری که توش هستیم کم کم من اینطوری کرده، ولی چیزی که هست اصلا فکر نمیکنم صبح بلند شو خواهیم بریم مثلا فلان جا، برای این کار کردن باید انرژی داشته باشی، باید پتانسیل داشته باشی، باید واسه خودم رو سرگرم میکنم با این موضوع که لباس چی بپوشم و چه برنامه میتونم داشته باشم. الان گوشی رو دارم، اینترنت هم رو دارم، خب وقتی این چیزا هست ازش چه استفاده این میشه کرد؟ من دقت کردم تو رفتاراتون آقای علیزاده، ببخشید میان صحبتتون، حتی نوع لباسی، از رنگی که انتخاب میکنید. بله. واقعا اینا همش اثر بخشی داره. ما بعضی موقع بعد به همون قضیه ارزشمند بودن چی؟
جایی نداره توی این دلایلی که شما بردید که یه انسان حس ارزشمند بودن میکنه. خب وقتی شما مثلا حالا به من میگید لباسات خوبه، من شما به شما میگم لباساتون خوبه، شما مثلا تیپ شما رو مثلا من میلم همیشه منظم مرتب، این جذابیتی که شما برای خودت ارزش گذاشتی که اینو پوشیدی، درست میگم؟ درست. خب این که من دارم تیپ شما رو به قول من حالا مثال میذارم، میبینم اثری که رو من میذاره، داره میگی خب حال من داره خوب میشه، احساسم چقدر قشنگه، چقدر این رنگ زیباست و منو چه جای خوب میبره، پس منم میتونم این کارو بکنم که چهار نفر دیگم که اگه منو دیدن حالشون بهتر خب اولین بشه. اولین باره که من متوجه موضوع میشم که اصلا من حواسم به این چیزا نبوده، یعنی من فقط به خاطر اینکه اون چیزی که دارم و ازش استفاده کنم اومدم این کارو کردم. ولی خب دلیل ناخودآگاه مثل که تاثیر داره میذاره. در ناخودآگاه شما چیزهایی وجود داره که اون قدردانی سپاس تو رفتارتون هست، سپاس از اینکه زنده هستید و صبح زود میتونید بیاد بیرون. من این پادکست رو خیلی دوست دارم، ولی از من تعریف کردی که خیلی بیشتر دیگه دوست دارم، قول میدم 3-4 بار گوشش بدم. نه جدی عرض میکنم آقای عزیزاده، عید نوروز هستش، میدونم که البته الان تعجب نکنید، این برنامه توی عید نوروز قراره پخش بشه و توی این جریان مثبت حس خوب طبیعت قراره یه سری فایل های خوب طبیعت هم میگم طبیعت، یه سری فایل های خوب روانشناسی هم گوش بدیم که ما رو بیشتر وصل کنه به این طبیعت. شاید تو این سال جدید تصمیم های جدیدی گرفته بشه که جریان زندگی رو ببره به سمتی که واقعا لیاقت ما احسن، حرکت به سمت بالا و بیرون به جای اینکه حرکت به سمت پایین و درون بیش از حد باشه، اینقدر خودمون قوطه ور بشیم، به سمت بیرون، هوای تازه، افکار تازه، روابط تازه و نگاهمون رو عوض کنیم نسبت به زندگی. بله مرسی، ممنون از حس خوبت. واقعیت ششمی که میتونیم نام ببریم، میتونیم مثبت‌گرایی رو افزایش بدیم. تکرار تمرینه؟ این مثل یه برنامه روزانه میمونه. ببینید ما همه پتانسیل منفی شدن رو داریم. بله. همه سرکوب کنیم خودمون رو. بله. حالا میتونیم واقعیت رو افزایش بدیم. این واقعیت پتانسیل مثبت‌گرایی حیات بخشه. انرژی بلف قوه ما رو تبدیل به بلفل میکنه و کم کم ما میبینیم که این یک قنچه‌ای داریم باز میشیم و انرژی محیط رو هم داریم میگیریم و هم این از طریق زیبایی که خودمون داریم، داریم جهان خودمون رو زیباتر میکنیم. این ششتا واقعیت میتونستیم از این دوتا صحنه ما دریابیم و به عنوان آغاز کار به شنوندگان رو عرض کنم که ما میتونیم که یه تغییر بنیادی در زندگی خودمون، در نگاه خودمون، در عمل کرده خودمون از زمانی که چشمونو باز میکنیم صبح تا شب داشته باشیم و چقدر زندگی عریض‌تر میشه وقتی که ما نگاهمون به هر چیزی در قالب مثبتش باشه و اینکه بتونیم توانایی خودمونو کم کم بشناسیم، چون این توانایی شناختن توانایی ها همچون که رفتارهای شما از راه مجازی داره بر ما تأثیر میذاره. حالا شما حساب کنید همچین کارا رو شما تو زندگی خودت میکنی با همسرت، با فرزندت، با دوستانت، ببینید چه زنجیره عشق شما. از این گزینه گفتی فقط دوستان رو داری. انشالله به اونم میرسی. مرسی جناب سلطانی، خیلی انرژی خوبی داری، حال من که خوب شد. واقعیت از صبح انقدر فعالیتم زیاد بود که حس خیلی خستگی داشتم وقتی منم سر زبط و سعیم بر این بود که نذارم این حس به شما منتقل بشه و خدا رو شکر این انرژی که از سمت شما برگشت سمت من باعث شد که این حس خوب دو برابر، چند برابر بشه و انگار جهت جریانی که من قرار بود برم ببرم به سمت منفی به وسیله شما رفت به سمت مثبت. شما محبت دارید. خدا رو شکر شنوندگان این حس رو واقعا قلبا درک کرده باشن. شنوندگان باید بدونن که شما خیلی زحمت میکشید و ما از شما سپاسگزاری میکنیم، چون باعث شد که ما دائم در درون خودمون هی سفر میکنیم و نگاهمون به زندگی و دوستانمون تغییر داد. خیلی متشکرم از شما جناب علیزاده. ممنونم از شما که انقدر خوب بودید، انقدر انرژی خوب بود، پتانسیل مثبت و ما منتظر قسمت بعدیه. من به شخص خودم خیلی مشتاقم بدونم جریان جلسه بعدمون قرار چی باشه و این خیلی برای من هیجان انگیز شده. خواهش میکنم. من از شنوندگانم تشکر میکنم که این زمانو به ما اختصاص دادن و امیدوارم که اثر داشته باشه در زندگیشون. یعنی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. ممنونم از شما، لطف کردید. الان شب، نمیدونم شنوندگان شما تو چه ساعتی از روز دارید گوش میدید،
ولی خب ما بگیم شب بخیر دیگه، درسته؟ شبتون بخیر باشه و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.